آقای رسول جعفریان فرازهایی رو در کتاب خودش در تاریخ خلفا می آورد که برای ما کمک کننده و نشان دهنده این است که ایشان مواردی رو ذکر میکنه که علی ابن ابی طالب در صدد نفی مسائلی است که از نظر دینی بدعت. و من عرض کردم بدعت یعنی یک چیز نو، یک چیز جدید، یعنی حکمی که شما می آورید و به واسطه اون یک حکم دینی رو تعطیل میکنید. در دوران متقدم بحث بدعت و سنت مطرح بود. سنت به معنای یک امر شناخته شده در قرآن و سنت رسول، رفتار رسول، گفتار رسول، و بدعت یعنی آن چیزی که جزء قرآن و سنت رسول نیست اما می آید یک حکمی رو که حکم دینی است معطل بکنه، تعطیل بکنه، به تعویق بندازه. علی سعی میکنه به عثمان تذکر بده، یعنی جایی که خلیفه‌ای بر مسند قدرت بنابر مسائل مستحدثه سعی میکنه یک اجتهادی بکنه. علی داره به او تذکر و توجه میده. بدان که فاضل ترین بندگان خدا نزد او امامی است دادگر، هدایت شده و راهبر، که سنتی را که شناخته است برپا دارد و بدعتی را که ناشناخته است بمیراند. سنت ها روشن و نشانه هایش هویداست و بدعت ها آشکار است و نشانه هایش برپا. یعنی میگه این تو مشخص، شما نمیتونید بگید این سنت نیست اون بدعت نیست، بلکه کاملا در قرآن آمده، در سنت رسول آمده. بدترین مردم نزد خدا امامیست ستمگر، خود گمراه و موجب گمراهی کسی دیگر، که سنت پذیرفته را بمیراند و بدعت واگذارده را زنده گرداند. پس میبینید وقتی علی صحبت از حاکم دادگر میکنه و حاکم ظالم، داد و ظلم بر اساس حکم خداست. یعنی اگر شما امروز در درون جامعه اسلامی میبینید که بر زنان ما این رفتارها میشه، از درون اون ایدئولوژی این عین عدل و داده، چون سنت خدا و رسول، حکم خدا و سنت رسول. پس وقتی صحبت از دادگری میشه که دار با هم شنیدیم دیگه، دوستان مسلمان ما میگن ببینید علی به عدل دستور داده، گفته برید عدل رعایت بکنید. بله علی گفته برید عدل رعایت بکنید، اما کدام عدل؟ این عدل در درون هر تفکر و ایدئولوژیک معنی داره، یه مصداقی داره. ظلم در درون ایدئولوژی یک معنا داره. یعنی من اگر امروز بگم اعلامیه جهانی حقوق بشر رو رعایت بکنید، از منظر علی ابن ابی طالب این ظلمه. چرا؟ چون در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده مسلمان و کافر با هم برابره. اما قرآن نمیگه برابره. اعلامیه جهانی حقوق بشر میگه زن و مرد با هم برابره. قرآن نمیگه اونا با هم برابره. کدوم عدل؟ کدوم ظلمه؟ طبیعیه از نظر علی ابن ابی طالب قرآن عدله، اعلامیه جهانی حقوق بشر ظلمه. ما وقتی کار به شعار میرسه، این دوستان مسلمان ما میگن بفهمید دیدید علی به عدل دستور داده. در اسلام هم آمده است که بروید برای انسان ارزش قائل باشید، لقد کرمنا بنی آدم. اما کرامتی که اسلام مد نظرشه خیلی متفاوته با کرامتی که امروز در جهان گفتمانی امروز با خرد جمعی ما بهش رسیدیم. کرامت به معنی ارزشه، به معنی احترام. در سیستم علی یه دی بردن، یه دی زنن. حالا ما اینا رو بعدها خواهیم خوان که چه کلمات توهین‌آمیزی نسبت به بانوان ما به کار برد. بنابراین عدل و داد از منظر علی همان حکم قرآنه، همان سنت رسول. دوباره در صفحه 331، بدعتها و کارهایی که به سنتها همانندن و از سنتها نیستن، هلاکت و تباهی مردم را در پی دارند. دوباره در خطبه 50 به نوعی آقای جعفریان نقل میکنه. جز این نیست که آغاز پیدایش فتنه ها پیروی از هواهای نفسانی است و نیز بدعتهایی که
گذاشته می شود. و بعد دوباره خب ایشون ادامه میده. بدعتهایی برخلاف کتاب خدا، آنگاه کسان دیگر را در اموری که مخالف دین خداست یاری می کنن. به صراحت داره اشاره می کنه که مخالف کتاب خدا نباید عمل بکنی، نباید رفتار بکنی. اون وقت یک عده‌ای از این دوستان نواندیش ما سعی می کنن از علی ابن ابی طالب امروز الگو بسازن. این چه از خطبه 87؟ این در جواب نواندیشان دینیه، یعنی کسانی که معتقدن ما عالمیم، میفهمیم، امروز مقتضیات روز حکم میکنه که ما دیگه برخی از احکام دین رو به عنوان عرضیات، اون چیزی که عبدالکریم سروش میگه، اینا نادیده بگیریم، اینا تخت بند زمان و مکانه. ببینیم علی ابن ابی طالب چی میگه. بخشی از خطبه 87 نهج البلاغه است. دیگری خیش را عالم خوانده در صورتی که عالم نیست. او یک سلسله از نادانی ها را از جمعی نادان اقتباس کرده و مطالبی گمراه کننده از گمراهانی آموخته است. دقیقا عین همین نواندیشان دینی ماست. مثلا میگیم این حکم قرآنه، میگه بله ولی ویتکنشتاین اینطوری گفته، کانت اینطوری گفته. مسئله برسر اینه که در درون کانتکست دینی آیا کانت عالم محسوب میشه یا خدا عالمه؟ آیا ویتکنشتاین معصومه یا از نظر شما پیامبر اسلام و علی معصومه؟ علم و دانش گادامرها در فهم مطالب به ما کمک میکنه یا خداوندی که روشن و شفاف به شما توضیح داده؟ از نظر علی و همینطور پیامبر اسلام فرق نمی کنه، حتی قرآن. این جماعتی که با عقل، با منطق به درجه ای میرسن که بعضی از احکام دین رو هم میگن لغو، اینو گمراه هم. روی سخن علی دقیقا با نواندیشان دینیه، یعنی جایی که داره به صراحت اشاره میکنه، میگه شما گمراه های هستی، از یه سری گمراهان چیزی آموختی و دامهایی از تنابهای فریب و گفتههای باطل بر سر راه مردم نصب کرده است. قرآن را بر امیال و خواسته های خود تطبیق داده و حق را مطابق هوسهای خیش تفسیر کرده است. یه شما هم چه حقی نداری؟ حق زنان اینه، حق بردگان اینه، حق کفار اینه، حق اهل ذمه اینه. شما حق نداری بر علیه قرآن بر حق خود تفسیر بکنی، بگید نه ما میگیم اینا برابرن. از نظر علی همین الان اعلامیه جهانی حقوق بشر باطله، سند گمراهیه. مردم را در برابر گناهان بزرگ ایمنی میبخشد و جرائم سنگین را در نظرها سبک جلوه میدهد. یعنی به عنوان مثال مثلا میگن امروز بحث حقوق بشر مطرحه، پیامبرم اگر امروز بود حکم میکرد که همه برید به سمت اعلامیه جهانی حقوق بشر. یعنی این گناه نیست، این خطا نیست. ما میفهمیم که اگر پیامبر اسلام امروز زنده بود همین حکمی رو میداد که من عبدالکریم سروش دارم به شما میگم یا من مجتهد شبستری دارم به شما میگم. اینا دروغه. یک نیتخانی است از یک انسانی که امروز زنده نیست، اما میخوان گناهان کوچیک نشون بدن. علی داره به اینا اینو تذکر رو میده. ادعا میکند که من از شبهات اجتناب میبرزم در حالی که در آن غوطه‌ور است و میگوید من از بدعت‌ها دوری میکنم در حالی که در میان آنها آرامیده است. بنابراین چهره او چهره انسان است ولی قلبش قلب حیوان. راه هدایت را نمیشناسد تا از آن پیروی کند و طریق گمراهی را درک نمیکند تا از آن بپرهیزد. او مرده است در میان زندگان. بنابراین میبینید علی ابن ابی طالب در برابر نواندیشان دینی به صراحت اشاره بر این موضوع داره که شما حق ندارید کلام خدا رو مطابق میل خودتون تفسیر بکنید و بعد تخفیف بدید، بگید بله خدا هم اگر بود امروز همین حرفی رو میزد که من مجتهد دارم میگم، من سروش دارم میگم. بنابراین نیاز نیست حالا احکام اسلام رو اجرا بکنید.